دهه عاشورا مسما به دهه ماتم و اندوه برای مسلمانان جهان. عاشورا مناسبت میلاد النبی علیه السلام و دیگر مناسبت ها، ما میتونیم جمع زیادی از جوانان و علاقمندان دین و شریعت جمع کنیم و ابعاد علمی و عملی صحبت کنیم. واقعه عاشورا در سال 61 قمری بین امام حسین سومین امام شیعه ها و یزید خلیفه روز به دلیل بیعت نکردن حسین به یزید اتفاق افتاد. برداشت ما از قیام امام حسین یک قیام آزادی بود، یک قیام آزادی و آزادگی. باید ما زمانی که عزاداری امام حسین میگیریم و عاشورای حسین را برپا میکنیم، هدف ما تنها براه کشیدن بی‌آبی حسین در سرزمین کربلا نباشد. هدف ما پیام عشق حسین به جهانیان و پیام عشق حسین به دین و آیین یکتاپرستی است. از کودک گرفته تا زنها و پیر و جوان نقش داشت. با این حادثه عظیم و برای دین مبین اسلام یک آزادگی را خرید و با خونش آزادگی را آبیاری نمود. به نظر شما اگر که امی چه مصارف گزاف برای عزاداری امام حسین پرداخت نکنه، به نظر شما به کجا مصارف کنه که بهتر است؟ این مصرف اگر که به فقرا و با کسانی که واقعا نیازمند هستند برای از اونا بده، به نظر از ما و به جای خیریه بده، به نظر از ما فکر میکنم که از این که ما در عاشورا امو قسم مطرف کنه بهتر است. نتیجه این واقعه امام حسین با یارانش که در نهایت 72 تن باقی مانده بودند و فجیع ترین وضعیت به شهادت رسید. اموال آنها به غارت رفته و عیالشان اسیر شدند. درباره عدالت خواهی بودن دیگه و میخواستن که عدالت و مثلا امیر حمدلی و این چیزا را در بین مسلمان ها پایدار کنن. قیام کردن در برابر بی‌عدالتی ها، در برابر ظلم هایی که ما هم باید از او یک پند و عبرتی بگیریم که دیگه بی‌عدالتی در حق ما نشه و از حق خود از عدالت دفاع بکنیم و همیشه مظلوم باید در برابر ظلم دفاع کنه از خود خود و همیشه پیروز بشیم. نباید در برابر ظلم ها و ستم ها خاموش بمانیم، باید از حق خود از عدالت دفاع بکنیم. همساله در کشورهای مسلمان نشین به خصوص شیعه مذهب از این دهه بزرگ داشت میگردد. Oh.
نظر، تبلیغ دینی، روزخانی، نوحخانی، سینه زنی و زنجیر زنی از رسوم رایج در این مراسم می باشد. خاطر روز نهم و دهم ماه محرم است که روز عاشورا، روز ماه پیروزی خون بر شمشیر است. به خاطر از ما هم کسی که نظر و حاجات خود می خواهند اینجا متوجه میکنیم برای مردم نیستم. کسی که نظر داره دیگه در همه جای بامیان، مثلا در بازار مثل ما که مثلا ما یک ثواب و یک نظر و یک دیگه خود میکنیم، همه مردم دیگه، مردم هم در مسجد و دنبرها بر روزخانی ها تبلیغ و نواخانی ها میرن، عزاداری خود میکنن، سینه زنی و زنجیر زنی. اکثر دانشمندان غیر مسلمانان نیز این شاهکار تاریخی امام حسین را یک فرزانگی، آزادگی و آزادخواهی منحصر به فرد تاریخ جهان می دانند. امام حسین یکان هدفش ای بود که ما بتانیم دین جد پیامبر و پیامبر اسلام را دوباره در جهان گسترش بدیم. و نقد ها درباره عاشورا زیاد است، از جمله این که بعضی محرماتی که ما داریم، مثلا بعضی عزاداری ها، ای که مگاره شما بیشتر از حد میگذرید، این افراد و تفرید میکنید، شما حسین را به عنوان خدا قرار دادید، نه این نیست، در حالی که عشقی که به حسین داره، علاقه ای که به حسین داره، از هدف Hey.